الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما هستیم با برنامه اذکار آسمانی، سلسله برنامه های کوتاهی که در آن در هر جلسه آشنا میشیم با یک ذکر آسمانی. این جلسه که جلسه 49 ذکر رو تقدیمتون خواهیم کرد و قبل از اون اشاره برخی از آیان که تذکری برای ما بشه، اهمیت بدیم برای یاد خدا، ذکر خدا امر خدای متعال هست، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، امر خدای متعال است. به بسیار ذکر گفتن و در قرآن کریم هست که ذکر بسیار باشد که انسان رستگار بشه. خب اینها رو متذکر میشیم که انشاءالله با توجه بیشتری سراغ ذکر بیاییم. اموری رو گفتیم که باید در باب ذکر و دعا مد نظر داشته باشیم که اینجا ملاحظه میفرمایید: التزام به ادای واجبات، ترک محرمات، پرهیز از لقمه حرام، پرهیز از ظلم و تعدی در حق دیگران. چون ممکنه ما یه وقت میبینیم هزار بارم داریم دعا میکنیم هیچ فایده ای نداره، به جهت اینکه باید ریشه این مشکل رو ما پیدا کنیم. ممکنه ظلم میکردیم، دل یه بنده خدایی رو شکندیم، یا خدای نکرده در زندگی ما مال حرام آمده. لذا تأکید داریم که در هر جلسه این موارد رو متذکر بشیم و متن رو پیش رو دارید. 16 مورد که آخرین اون اصرار و الحاح در دعاست. خسته نشیم، چه بسا ممکنه مشکلی هم نداریم، مالمون حلاله، به کسی هم ظلم نکردیم، خدا دوست داره صدای بندگانش رو بشنوه. داریم در روایت گاهی به تأخیر میاندازه، خدا دوست داره صدای اون بندهی که خلق کرده رو بشنوه. لذا خسته نشیم و بدونیم آثار و برکات بسیاری خواهد داشت. ممکنه به خصوص اون مسئلهی که خاصی به ما ندن، اما خیلی چیزهای بهتر و برتری برای ما ذخیره میکنون خدای مهربان انشاءالله، مشروط به این که ما اون امور و مقدمات رو انشاءالله رعایت کرده باشیم. خب این ذکر شریف توصیه شده به توصیه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه برای شب حراسی. حسن برخی از بندگان خدا که حالا اعصابشون ضعیفه، مشکلاتی دارن، اینها مثلا در شب هراس دارن، وحشت دارن، یا نه فرزنده میترسه. خب حالا کوچی که گفته میشه که او بلد نیست، مادر پدر به نیابت او بخونن مثلا به او عرض میشه فوت کنن، مانعی نداره اگر بشه که یادش بدن خودش بگه. یا شخص بزرگیست عرض میشه که خوف داره، ترس داره، در شب این ذکر توصیه میشه و باز هم تکرار میکنیم. این به این معنا نیست که انسان عرض میشه که بگه خب من انجام دادم نتیجه ندیدم پس دیگه دنبال درمان نمیرم. نه، اون درمان و اینها عرض میشه جای خودشو داره. اگر انسان یه وقت گفت نتیجهشو ندید، حالا رو مصلحت الهی است یا عدم رعایت شرایط اون یا مسائل دیگه که بحث مفصلی داره، علت ها و دلایلش، این نیست که من بنشینم خب بیماری حاد شده، واقعا داره اذیت میشه، به یه حد غیر قابل تحملی رسیده، اون راه های دیگر رو انسان کنار نباید بگذاره. اما انشاءالله امید به خدا داشته باشه با رعایت شرایط و امید انشاءالله با این ذکر خدا به او سلامتی کامل بده و او رو از این بیماری نجات بده. 43 فقره از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر، للخوف فی اللیل، برای ترس در شب. بسم الله الرحمن الرحیم، یا من الیه یهرب الخائفون، یا من الیه یفزع المذنبون، یا من الیه یقصد المنیبون، یا من الیه یرغب الزاهدون،
یوما الیه یلجأ المتحیرون، یوما به یستأنس المریدون، یوما به یفتخر المحبون، یوما فی عفوه یطمع الخاطئون، یوما الیه یسکن الموقنون، یوما علیه یتوکل المتوکلون. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. زاد المعاد و مفتاح الجنان علامه مجلسی صفحه 435. تعدادم تعداد خاصی نداره، هرچی بیشتر بهتر. اسماء الحسنای الهی است، اسماء مقدس خدای متعال جلت عظمتو هست، انسان به هر مقدار میتونه بگه. ترجمه رو لااقل فراموش نکنیم، مقداری تأمل کنیم ببینیم چی داریم میگیم در این ذکر شریف. به نام خدای بخشنده مهربان، ای آن که هراسندگان به درگاه او گریزند، ای آن که گناهکاران به سوی او پناه برند، ای آن که پشیمانان آهنگ او کنند، ای آن که پارسایان به او میل نمایند، ای آن که سرگشتگان به او پناه برند، ای آن که ارادتمندان به او انس گیرند، ای آن که شیفتگان به او افتخار کنند، ای آن که خطاکاران در عفوش طمع ورزند. اینقدر خدای متعال جلت عظمته مهربانه، اونقدر مهربانه، اونقدر رعوفه. اون چیزهایی که مطرح میشه، انسانهای جاهل و بی اطلاع از دین عرض میشه که میان دین رو زیر سوال میبرن به جهت غفلت اونها از آموزهای قطعی دینه. یادمون باشه کتاب خدا نیاز به معلم الهی داره، اگر معلم الهی کنار اون نباشه آموزهای غلط از اون زیاد میتونن افراد سوء استفاده کنن که میبینیم سوء استفاده کردن در طول تاریخ به انواع مختلف. اما وقتی که انسان واقعا با توجه به اون بیانی که معلم معصوم داره میاد در این آموزه های قرآن کریم رو میبینه، آموزه های دین رو میبینه، اینه واقعا چقدر خدا مهربانه، چقدر رؤوفه، چقدر نسبت بندگانش لطف داره، میبینیم که چقدر نعمت به ما عنایت فرموده. ای آن که خطاکاران در عفوش طمع ورزن، اونقدر مهربونه که افرادی هم که خطا کردن اهل گناه و معصیت طمع دارن به عفو او، به لطف او. ای آن که یقین یافتگان به سوی او آرام گیرن. حالا هر کدوم از اینها مباحث زیادی داره، واقعا اگه انسان بخواد تأمل کنه هر فقره از اینها چقدر درش معارف هست، اما فرصت نیست، به همین مقدار کم رو انسان حالا از دست نده. ای آن که توکل کنندگان بر او توکل کنند، منزهی تو ای که معبودی جستو نیست، فریاد رس فریاد رس، ما رو از آتش برهان ای پروردگار من. پس فقره 43 از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر برای شب حراسی، حراس در شب، وحشت در شب تعدادم نداره، به هر مقدار هرچی بیشتر انسان بتونه بگه بهتره. و توجه به اون اموری که در ابتدا بیان شد انشاءالله باشه، ضمن این که این به معنای این نیست که دیگه ما کلن دنبال اطبای دیگه نریم، انشاءالله نتیجه میگیریم، نتیجه گرفته شد که دیگه نیازی نیست. اما اگر احیانا تحت یک مصالح الهی یا مش اون عدم رعایت شرایط یا هر مسئله دیگر، این نیست که وقتی خدای نکرده بیماری مسئله شد و ما بگیم ذکر رو گفتیم بعد دیگه خدا نمیخواد من خوب شم، نه، شما اینو انجام دادی خدا ثوابم بهت میده، ان شاء الله اجری داری. اما شاید خدای متعال درمان شما مثلا در مراجعه به اون طب سنتی یا به اون طب روز قرار داده. این یک باب و بحث مفصلی دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.